با استحکام اتحاد طبقاتی به استقبال روز جهانی زن برویم. 8 مارس روز جهانی زن امسال در حالی فرا می رسد که نظام سرمایه‌داری در سطح جهان همچنان با یکی از بحران‌های کم نظیر اقتصادی خود به سر می برد. بحران جاری در مناطق زیادی از جهان به بحران‌های سیاسی عمیقی تا حد تغییر دولت‌ها و انتخابات بعد از انتخابات انجامیده است. سرمایه‌داری از طریق ارگان‌های جهانیش همچون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، بانک مرکزی اروپا، سازمان تجارت جهانی و سازمان نظامی ناتو و دولت‌های محلی در هر کشور بار بحران خود را بر دوش کارگران و مزدبگیران انداخته است. بیکاری، فقر و نابسامانی اجتماعی بر جامعه سایه افکنده است و بیشترین قربانی‌های آن را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند. سیاست‌های سرمایه‌داری حاکم بر جهان از 3 دهه گذشته تا کنون فقر، فحشا، اعتیاد، بیکاری و انواع بیماری‌ها را به پدیده‌ای وسیعاً رایج در جهان تبدیل کرده است. در این میان زنان کارگر و زحمتکش در 4 گوشه جهان به اشکال مختلف قربانی سیاست‌های سودجویانه و جنگ طلبانه سرمایه‌دارانی هستند که تنها به سوددهی بیشتر می‌اندیشند. زنان کارگر و زحمتکش نه تنها همپای مردان همطبقه‌های خود مورد ستم و استثمار قرار می‌گیرند، از ستم جنسی نیز به علت تسلط سیستم ارتجاعی مرد سالارانه سرمایه‌داری رنج می‌برند. سرمایه‌داری که نظام اقتصادی اقلیتی از جامعه است، از طریق ابزارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نابرابری جنسی را دامن زده و به اشکال مختلف باز تولید می‌کند. هم از طریق بکارگیری نیروی کار ارزان زنان کارگر و کودکان کار بیشترین سوداوری را به دست می آورد و هم با این روش بیشترین شکاف و تفرقه را در میان صفوف کارگران ایجاد می کند. طراحان، کارشناسان و نمایندگان رنگارنگ سرمایه‌داری واقفند که در میان چالش‌های موجود طبقه کارگر متحد تنها نیرویی است که قادر خواهد بود جامعه بشری را به نفع اکثریت مردم متحول کند و تمامی نابرابری‌های موجود از جمله نابرابری جنسی و ستم بر زنان را ریشه‌کن کند. در کشورهای صنعتی با سیستم سیاسی دموکراسی سرمایه‌داری، قوانین مدنی در مورد زنان و مردان ظاهراً برابر است. در واقع اما زنان از دستمزد و حقوق اقتصادی برابر با مردان برخوردار نیستند و آمار بالایی از انواع خشونت و به ویژه خشونت‌های خانگی در مورد آنان اعمال می‌شود. کاهش خدمات اجتماعی و اعمال سیاست‌های ریاضتی از سوی نظام سرمایه‌داری بیشترین فشار را خصوصاً بر زنان کارگر و زنانی که نگهداری فرزندان را بر عهده دارند تحمیل شده است. تجارت انواع تنفروشی زنان را در معرض انواع آسیب‌های روانی و جسمانی قرار داده است. در کشورهای پیرامونی که شرایط استثمار و بردگی به مراتب وحشتناکتر است، زنان در معرض انواع آسیب‌های ناشی از نظام مردسالار سرمایه‌داری به سر می‌برند. تمام قوانین قرون وسطایی و پیشاسرمایه‌داری را نظام حاکم به خدمت گرفته است تا از حفظ سوداوری بیشتر به قیمت استثمار کارگران و مزدبگیران و خصوصا زنان کارگر پاسداری کند.
با دیکتاتوری عریان سیاسی، نظامی و مذهبی توقعات بر حق جامعه سرکوب شده و زنان در صف مقدم قربانیان نظام به سر می برند. انواع خشونت بر زنان چه در محیط کار و چه در محیط زندگی روزانه باز تولید می شود و بیشترین فجایع غیر انسانی در مورد زنان به کار گرفته می شود. بی جهت نیست که با بروز طغیان‌های اجتماعی و نیز عروج جنبش‌های توده‌ای بر علیه نظام حاکم و رژیم‌های دیکتاتوری دست نشانده آن در کشورهای پیرامونی، زنان در صف مقدم مبارزات قرار می‌گیرند. جنبش‌های توده‌ای کشورهای عربی در 2-3 سال اخیر حضور چشمگیر زنان را در آن نشان داد. در ایران حاکمیت ارتجاع اسلامی با نهادینه نمودن قوانین پوسیده ضد زن بیشترین تبعیض جنسی و طبقاتی را بر آنان اعمال نموده و از نظر اجتماعی سیاسی آنها را در موقعیت درجه دوم قرار داده است. بازگرداندن زنان به کنج خانه و محروم ساختن آنان از اشتغال، وابسته کردن هرچه بیشتر آنها از نظر اقتصادی به مردان، خشونت و سرکوب روزافزون بر آنها، نهادینه شدن کنترل مردان بر زندگی زنان، مرد سالاری و نابرابری فزاینده‌ای را بر زندگی زنان حاکم نموده است. فرودستی و تبعیض و نابرابری، فقدان تأمین اجتماعی و سرکوب و خشونت بر زنان که ریشه در نظام سرمایه‌داری دارد، شرایط دشواری را برای زنان در ایران تحت سلطه یک حکومت ارتجاعی مذهبی و در ابعاد گسترده‌ای ایجاد نموده است. اعتراض و مبارزه هر روزه زنان در ایران علیه این همه نابرابری و بربریت جمهوری اسلامی در طول بیشتر از 3 دهه به اشکال مختلف در جریان بوده و خواهد بود. رفع ستم جنسی و تبعیض بر زنان در 4 گوشه جهان، چه آنجا که قوانین دموکراسی سرمایه حاکم است و چه در کشورهایی که دیکتاتوری‌های عریان نظامی یا مذهبی حافظ قوانین سرمایه هستند، به جز از مسیر مبارزه علیه سیاست‌های سرمایه‌داری و متحد شدن هرچه بیشتر طبقه کارگر مقدور نخواهد گردید. مسئله زن در جهان، خاورمیانه و در کشورهایی مانند ایران در همه ابعاد آن در روند حل نهایی خود با مبارزه بر علیه سرمایه‌داری گره خورده است. به طور کلی مبارزات زنان برای رفع ستم جنسیتی ماهیتی کاملا ضد سرمایه‌داری دارد و در پیوندی گسست‌ناپذیر با مبارزات کارگران و زحمتکشان است و بدون لغو مالکیت خصوصی ماهیت زن به عنوان یک کالا نیز از بین نخواهد رفت. نقش جنبش زنان به عنوان جنبشی بسیار مهم در اعتراضات ضد سرمایه‌داری و ضد سیاست‌های نئولیبرالیستی بیش از پیش به این ضرورت مهر تأیید می‌زند که مبارزه برای رفع ستم جنسیتی در پیوندی ناگسستنی با مبارزه برای رفع ستم طبقاتی قرار دارد و حضور زنان در صحنه مبارزه طبقاتی به تعمیق مبارزات زنان می انجامد. تجربه ثابت کرده است که میزان موفقیت و رشد جنبش های اجتماعی به میزان شرکت زنان در آن جنبش رابطه مستقیم داشته و پیروزی های حاصل بدون شرکت زنان امکان پذیر نخواهد بود. امروز مسئله رهایی زنان بنا به ضرورت طبقاتی اش این وظیفه را جلوی پای فعالین سوسیالیستی جنبش کارگری و جنبش زنان می‌گذارد که یکی از راه‌های مهم خاتمه دادن به پراکندگی زنان
و به ویژه زنان کارگر در امر مبارزاتیشان و نزدیک شدنشان به درجه‌ای به استراتژی موجودشان در گرو ایجاد تشکل‌هایشان است. نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران خارج کشور.